سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با دوستم امیر یه مسابقه کوتاهی دارم، میخوام از گذشتهش بپرسم. یکی از بچه موفقیه که تونست سختی مهاجرت رو طی کنه و الان تو موقعیت خوب شغلی تو نیویورک داره کار میکنه. امیدوارم که از این مسابقه لذت ببرین و امیر جان اگه میشه خودتو معرفی کن و من سوال بعدی ازم. سلام، من امیر فضلی هستم. تو نیویورک دارم زندگی میکنم. از مشهد اومدم آمریکا. الان به عنوان مهندس سازه توی یه شرکت پل در حال کار هستم. خب امیر جان، اولین سوالی که ازت دارم اینه که چی شد که رشته عمران انتخاب کردی و لیسانس؟ آیا فکر مهاجرت اصلا بودی یا این قضیه بعدا تو شکل گرفت؟ چه دلایلی واسه مهاجرت داشتی؟ اگه میشه این واسه توضیح بدی ممنون میشه. یه دونه سوال که نیست، چند تا سواله. آره راست میگی، چند سال همون اول بگم برات. من خب مهندسی رو همیشه دوست داشتم. توی موقع دبیرستانم ریاضی فیزیک انتخاب کرده بودم. معدلم تو درسای ریاضی و فیزیک خیلی بالا بود نسبت به درسای مثل عربی یا هنر. خیلی این فیزیک رو دوست داشتم. فیزیک نیوتونی هم خیلی بیش از بقیه فیزیکا، چون بیشتر درسمون با فیزیک نیوتونی بود. اما اول بیشتر آشنا بودم دیگه. بعد گفته بودم حالا میخوام برم مثلا مهندسی مکانیکی. یعنی موقع انتخاب داشته دیگه، یه لیستی میدین دیگه انتخاب میشه. منم حالا خدا رو شکر دانشگاه فردوسی این مهندسی عمران قبول شدم. بعد از اون نمیدونم چجوری به فکر خارج رفتن افتادم دقیقا، ولی خب چون تو مشهد کسی به فکر خارج رفتن معمولا نیست. معمولا اگه تحصیل میکنن معمولا میخوان ارشد بگیرن توی تهران بگیرن، یا اینکه برن سر کار رو اینا مثل خیلی شهرهای دیگه به جز اصفهان و شیراز و تهران که جوشون همه اینه که دنبال خارج رفتن اینا باشن. یه او همینجوری به فکرم رسید. حالا یکی دیگه هم این بود که من داشتم توی یه شرکتی کار میکردم. شرکت مهندسی آب بود، یکی از سه شرکت برتر چی بود؟ ایران بود. شرکت میزان حقوقی که به همون میداد حقوق زیادی نبود دیگه. من هم گفتم حالا با این حقوقا که به درد نمیخوره آدم زندگی نمیتونه را بندازه. پس این انگیزه مالی بود یکی انگیزه یکی از انگیزه مالی بود، یکی دیگه انگیزه این که بالاخره میخواستم ارشد بخونم. من فکر کنم دانشگاه امیرکبیرم قبول شدم، ولی این بود که بچه‌هایی که دوستام ارشد اینا میخوندن خیلی ناله میکردن از این که نحوه آموزش و توی ایران بده. بعد خیلی مثلا تو خود دانشگاه فردوسی هم مثلا یه دکتر رضایی پژند بود، یه پروفسوری بود کلن اعصاب همه رو بدون هیچی خود میکرد. بعد آره فکر کنم همه اینا با هم دست به دست هم دادن به فکر الان این که برای ارشدی پیشتی چیزی برم خارج از کشور افتادم. خیلی عالی. خب تو مسیری که داشتی اپلای میکردی به نظر چه سختی داشت؟ اون قسمت چالش بیشتر چالش داشت بفرد و اینکه اون پروسه اپلای تا پذیرش گرفتن و اومدن تو آمریکا چقدر طول کشید؟ من اول اینکه توی مشهد کسی نبود که اون زمانی که من بودم سال 2015
16 کسی رو نمیشناختم که بیا راهنمایی کنه استپ استپ با هم یا با هم همزمان اپلای کنیم. چون من موقعی که اینجا اومدم میدونم مثلا بچه های امیر کبیر یا شریف خیلی هاشون تو همون سال آخر دانشگاهشون شروع میکنن به اپلای کردن زبان خوندن و اینا دیگه. من برای اروپا چند جایی اپلای کردم، جایی که چیاشون تویشن فی نداشتن و بورسیه داشتن، برای مثلا بورسیه اراسموس مندس چیه برای اونم اپلای کردم چند کشوری که چند تا پروگرام اینا. آمریکا دو سه جا اپلای کردم، یکم پروسه آمریکا فکرم اپلای ابراد بود، یه وبسایتی بود تو اونجا اونو پیدا کرده بودم، یکمی اینجوری کم کم کمک از اونم میگرفتم ببینم چی جوریه. خلاصه یه پروسه طولانی بود، زبان خوندنم یه کمی همه اون مشکل زبان داریم دیگه، موقعی که علی خصوص موقعی که ایران هستیم. من الان SOP اون زمانم ببینم شاید خندم بیاد، ولی میگم زبان خوندن و همه اینا همزمان با هم و کار کردن یه خورده بیشتر سخت بود. من یادم تا ساعتهای 1:30 2 شب بعضی شبا چی میکردم، بیدار بودم تا بتونم مثلا اپلای کنم یا درس بخونم یا چیز دیگه. خب همه تلاشات پیز آف درسته و به حال اومدی آمریکا و آمریکا انتخاب کردی عنوان مقصد بین همه جایی که تجربه گرفته بودی. آیا به دلیل اسم خود آمریکا بودنش انتخاب کردی یا واقعا از نظر فاینانشلی انتخاب بهتر بود، یا خود حساب کردی آینده بهتری در آمریکا پیشتر؟ من چی بود؟ من اراسموس قبول شدم توی یکی از دانشگاه‌های فرانسوی هم قبول شدم و اونجاها بورس میدادن. بعد آمریکا من دو تا دانشگاه قبول شده بودم که از بین اونا من اومدم با گریجویت استودنتشون تو لینکدین و فیسبوک و اینا کانکت شدم اون موقع و صحبت کردم. یکیشون گفت که احتمال اینکه برات ارشد چی بدن هست، بوسیه بدن هست. بعد از اون سیستم آموزشی اروپا و آمریکا رو من مقایسه کردم. یه سیستم آموزشی آمریکا شبیه سیستم آموزشی ایران نسبتا، یا سیستم آموزشی ایران شبیه سیستم برعکس. و مثلا اروپا بخوایم بریم، اروپا خیلی بیشتر کورس ورک، شما ساعت 8 صبح تا 8 شب مشغول درس خوندنی و الو بلو اینا، کمتر ریسرچ بیسه. ریسرچ هم داریم ولی خب ریسرچش بعد این که کورستون تموم میشه، یا بعضی از دوره های اینجوری بود که شما باید یه کارآموزی پیدا میکردین یا اینکه یه تحقیقی میکردین بعد 6 ماه 7 ماه. بعد توی آمریکا نه، اینجوری نبود، شما میتونید سی درس بخونین، درسات و مدلی که خودت میخواستی انتخاب کنین، مثل مدرسه، بیشتر مثل دانشگاه بود تا مدرسه. بعد یکی از دلایلش این بود، دلیل دیگه این بود که شما وقتی تو داشتیم مثل ما داشتیم عمران، چون داشتیم کامپیوتر فرق میکنه، کامپیوتر درآمداش خیلی بیشتر از رشته عمران. تو رشته عمران تو اروپا مثلا 40,000 تا 50,000 تا بیشتر نمیگیری، ولی مثلا آمریکا بیاین درآمدتون 2.5 برابر اروپا شاید باشه بعد فارغ التحصیلی. درست اینه که من الان بعد حدود 4-5 سال کار کردم اینو فهمیدم که شما توی اروپا مثلا از لحاظ بنفیتا یعنی مزایای بهتری داریم
مثلا شما توی فرانسه اگه باشی به جای اینکه همون اول 14 روز مرخصی داشته باشی، یه ماه او مرخصی داری و مزایای دیگرش هم بهتره و اینکه فاصله تا ایران کمتر، راحتتر میتونین برین ایران و برگردین. از لحاظ ویزایی هم فکر کنم اروپا برای پروفشنال ها بهتر باشه از آمریکا. اینا رو الان فهمیدم، ولی اون موقع من اینو نمیدونستم. خلاصه اینا همه با هم چی شد من چی رو انتخاب کردم دیگه، اومدن توی آمریکا از رو انتخاب دانشگاهی که اومدی بگو، از شهر که محل که پذیرش گرفتی و اون حالا خاطرات اوایل اومدن، چالش هایی که داشتی، اون خاطرات خوبی که فکر میکنی همیشه ذهنت واسه تازه است، اگه خود رو تو هم توضیح بدی. من چیه دانشگاه یو آی سی رفتم، یونیورسیتی ایلینوی از شیکاگو. شهر شیکاگو شهر خیلی خوبی بود، شهر بزرگی بود، اونقدر احساس تنهایی اینا نمی کردم، علال خصوص جامعه. من خودم آدم سوشالیم، آدم برونگراییم، با افراد مختلف اینا، گروه های مختلف مردم رفت آمد اینا داشتم، راحت بود نسبتاً. بعد از اونم نایت لایف هم خوب بود. بعد درس ها و اینا فشرده بود، درس ها و پروژه ها و اینا همه چی، ولی خب دیگه من راضی بودم ازش. علاوه بر اونم یعنی شهر خیلی خوبی بود در چالش کل. هایی که از اون خونه، از محل راحتی که به حال پدر مادرت زندگی میکردی، درسته اگه اشتباه نکنم؟ و اون بذار یه چیزی بگم بهت خندت میاد. من دفعه اولی که رفتم با یه سری از، یه هفته بعد چی بود، یه هفته بعد اومدم بود با یه سری از بچه های چینی، رفتیم محله چینی ها. اونجا من سوشی ایچ کردم، داشتم. نه بعد از اون باش چی بود، وسابی بهم دادن. بعد من خیال کردم این وسابی چیه، آوکادویه، و این وسابی رو یه وسابی بود، اینو کامل گذاشتم دهنم خوردم، از جا پریدم و همه خندیدم. ولی خب این یه خاطره بود که همیشه تو ذهنم میمونه. خیال کردم از جا پریدم، اصلا مغزم میدونم آره. ولی در کل خب کالچرال شاک آدم میشه وقتی که تازه میاد از یه فضایی که بسته است به یه فضای آزادتر، میاد محله عوض میکنه آدم. علاوه بر اون دوری از خانواده یه کمی سختیشو داره، حالا یکی دو ماه اول نه، ولی بعد مثلا بعد 6 ماه که نمیری این خونه سختی خودشو داره، تنهایی خودشو داره. علاوه بر اونم وقتی که من اینجا اومدم، زندگی رو باید از صفر شروع کنی، زندگی اجتماعی رو، یعنی اینکه دوستای جدیدی باید پیدا کنی و این دوستا باید دوستای خیلی خوبی باشن. اگر دوست خوبی نباشه متاسفانه یک کمی به چالش میافتی. درسته. آره به نظر من هم همینه، آدم توی خارج از کشور دیگه واقعا اون کم کم اون گروه های دوستی و دوستای نزدیکش جای خانواده رو میگیرن و نقشش خیلی پررنگ میشه. جای خانواده رو که نمیگیرم، ولی خب کمی چی میکنن، تنهایی رو کمتر یادت میارن اگه دوست خوبی داشته باشی. اگه دوستات خوب نباشن دیگه
متاسفانه به نظر برخورد خود آمریکایی خوب آیا کسایی که اینجا شهروندن با آدم مهاجر چجوریه؟ آیا مثلا زیر سوالن؟ آیا مسخره میکنن نوع اکسنتشون؟ آیا خیلی خوب و دانشگاه فرق میکنه یک کمی با چی؟ جامعه؟ محیط دانشگاه با محیط خارج از دانشگاه فرق میکنه، علاوه بر اون شهرهای مختلف فرق میکنه. شما مثلا توی مثلا میگم ایندیانا باشین، یه استان استیت چیه خیلی خیلی ریپابلیکنیه، فرق میکنه با مثلا شهر نیویورک لی یا شیکاگو. اونجا طرز برخورد مردم آمریکایی فرق میکنه، ولی توی محیط دانشگاه نه اونقدر، چون خیلی از بچه ها علی خصوص بچه هایی که ارشد دکترا میکنن چیان خودشون خارج از کشور اومدن، خیلی از استادا از خارج از کشور اومدن، برخورد بدی ندارن، همه با این اندرستندینگ میان، با این درک دارن میان که شما اصلا چی نیست، شما زبونتون ممکنه خوب نباشه، ممکنه چی نباشه. من خودم حتی یه استادی داشتم که استاد چینی بود، من واقعا نمیتونستم بفهمم چی میگه در طول هفته موقعی که این لکچر میداد. من لکچر این نوتای این بغل دستیمو میگرفتم میخوندم که بفهمم این چی داره میگه. لهجش اونقدر غلیظ بود که من نمیفهمیدم غلیظ چینی اون زمان نمیفهم، ولی خب اون اینجا 20 سال اینجا بوده، لهجه چیز خاصی نیست. ولی اگه خارج از چی باشین، محیط دانشگاه باشین، اتفاق ممکنه بیفته که سادل ریسیسم، یعنی یکمی ریسیست باشم، ولی اونقدر نیست. بعد مسئله بعد به نظرت آیا حجم کار یک دانشجوی دکترا یا حالا ارشد توی خارج از کشور بیشتره یا اینکه توی ایران؟ و اینکه اون حالا اون استقلالی که آدم توی آمریکا به دست میاره آیا ارزش داره که اون سختیش تحمل کنه اگه اون سختی داره؟ اما چه سختی به نظرت سختی خودش رو داره اومدن با آمریکا، ولی اولا اینکه استقلال ذهنی و مالی یه چیزیه که ازش خیلی سختی ها رو داره. شما اگه توی ایران باشی حداقلش اینه که حتی اگه از لحاظ مالی چی باشی، استقلال داشته باشی تو ایران، از لحاظ ذهنی استقلال چندانی ندارین، چون ایران کشوریه، یه کشور هموجنسه، مردمش همه یه جورن. آمریکا شما مثلا الان تو نیویورک میایین، مردم از تمام کشورهای دنیا میبینین، با فرهنگای مختلف آشنا میشی، با آدمای مختلف آشنا میشی، خیلی بهتره. حتی اگه استقلال فکری هم داشته باشین، درک فکری و شعور ذهنیتون بالاتر میره. این یک. عموما این که سختی های زیادی دارن، حالا یکی این که اگه استادتون استاد حالا آمریکایی باشه و استاد مثلا میدل ایستین نباشه، البته بعضی از استادای میدل ایسترن هم خیلی خوبن، ولی اگه استاد آمریکایی باشه، معمولا استادای آمریکایی ورک لایف بالانس رو میفهمن و اینکه میدونن شما و اینکه به فکر این هستن که شما چی نباشین، شما همه زندگیتون پی اچ دی تون نباشه یا کارتون نباشه و یکم برای زندگی شخصیتون چی کنین. و بعدم
چیه؟ همه استادا درک اینو دارن که انگلیسی حداقلش زبان دوم شماست و کمکتون میکنن که راه بندازن، ولی خب چیه؟ اسکجولینگتون باید دقیق باشه، برنامه ریزی که میکنین، اگه حتی اگرم مثلا میگم به ددلاینتون نمیرسین، قبلش باید باشون با استادتون حرف بزنین. با استادا اینجا یکی از اصول خوبش اینه که باید رو راست باشین، یعنی اینکه حالا این اصلیه که تو زندگی آدم باید داشته باشه، ولی خب اینجا توی دانشگاه و اینا راحت بیشتر به چشم میاد. یعنی اگه مثلا بلد نیستین چیزی رو اشکال نداره، در اینجا درک میکنن استادا که شما همه چیز رو بلد نیستین و بهتون یاد میدن. این ترینینگ چیشون خیلی خوبه. اگه مثلا یه نرم افزاری لازم داشته باشین یا اگر یه تئوری لازم داشته باشین و یاد نداشته باشین، اینجا بهتون چی میکنن؟ کمک میکنن که یاد بگیرین. خیلی عالی. خب تو یه موقعیتش که پیشی بدم بدی یا بری کار، چرا کار رو انتخاب کردی؟ و آیا کسایی که میدونی پیشی میکنن آیا اونها اشتباه میکنن یا تو صرفا به خاطر یه سری اشتباه؟ اولا یه جور دیگه باید بهش نگاه کرد. There is no wrong and right. این من چی بود؟ یه کمی این خودم یه سری مشکلات جسمی داشتم، مریضی و اینا بود اولش. علاوه بر اونم چی بود؟ من حالا میتونستم ادامه بدم، ولی خب از لحاظ مالی اینو چی کردم؟ مهندسی عمران دکترا و ارشد تفاوت مالیشون موقعی که میرین سر کار اونقدر زیاد نیست، و علاوه بر اون دانشی که لازم دارین میتونین با همین ارشدتون چی کنین اون کار بکنین. ولی خب الان من تو شرکتی هستم، من و یکی دیگه از بچه ها چیم ارشدیم، بقیه همه دکتران. و دکترا یه چیزیه که شما فیلدتون دارین تخصصی تر میکنین نسبت به ارشد. یعنی که اگه مثلا تو رشته من اگه توی ارشد میای استراکچرال هلس مانیتورینگ یکم کار میکنی یا سلامت سازها کار میکنی یا سازهای بتونی کار میکنی، یه کمی توی دکترا میای میگی که آقا من در این زمینه چی خیلی تخصصی میخوام پژوهش کنم. ولی موقعی که بعدن سر کار میرین اون توی رشته ما مثلا تو مهندسی پل، شما هم خیزش رو باید چی کنی، هم باید شرینکج رو چی کنی، هم اون کاری که به عنوان استراکچرال هلس مانیتورینگ داشتین رو بکنین، همه ای چیزها رو انجام میدین. حالا کارهای دیگه هم اینجوریه، ولی خب چیه؟ این بیشتر به این ربط داره. اول اینکه اگر میخواین که استاد دانشگاه باشین پی اچ دی میرین. دوم اینکه چی کار میخواین بکنین. اگه میخواین یه کار خیلی تخصصی انجام بدین که این پژوهش رو لازم داره، میتونین انجام بدین. اگر میخواین نه چی بدین تو بازار کار، اشکالی نداره. علاوه بر اون فشار چی؟ فشار روحی روانی هم ممکنه توی شما ورک لایف بلنستون، هر چقدر استادتون هم خوب باشه، شما حداقل 60 ساعت در هفته دارین کار میکنین رو پروژهتون. این چی میشه؟ این یه توی طول 4 سال 5 سال یه بار روحی رو دوشتون هست. اشکالی نداره که اگه نتونست اگه این به
روحیتون به روح و روانتون آسیب میرسونه، بگین نه من نمیخوام این کار رو انجام بدم، میخوام من مصرف کنم. یعنی خیلی چیزای مختلفی هست. تو یه سال دیگه، حالا من شنیدم، یعنی میدونم که بچه ها که میان اونجا پی اچ دی بخونن واسه اینکه مقاله بدن و به حال بعد بتونن از طریق حالا ویزای نشنال اینترست یا ان NIW آره بتونن گرین کارت بگیرن. خب حالا تو حالا کس کیس هایی که مسترشونن اونا به چه شکلیه و چقدر مثلا ریسکه که کسی مستر بخونه و نتونه بگیره گرین کارت و اونی که پی اچ دی بخونه مقاله بده، و اگه بتونید خود توضیح بدید تو این زمان یه دلیل دیگه آره یه دلیل دیگه این بحث مهاجرته که مردم وامیستن توی پی اچ دی. دلیل خوبیه چون NIW فکرم 2 سال طول میکشه، ولی اگه از لحاظ چیه، اگه مستر اوت کنین و کار انجام بدین، شما من خودم تجربه خودم اگه استم باشین 3 سال رو ویزای دانشجویین، اگه استم نباشین 1 سال تو ویزای دانشجویین. تو این 1 سال 3 سال باید شرکتتون قانع کنیم براتون H1B بگیره و گرین کارت اقدام کنه. اگه کارتون خوب باشه معمولا شرکت های آمریکایی H1B رو اقدام میکنن، یا اینکه حتی بعضی شرکت ها مستقیم گرین کارت اقدام میکنن. گرین کارت اقدام میکنن چون ما مثلا چین و هند نیستیم، 3 سال طول میکشه پروسه گرفتن گرین کارت تقریبا، و اون یعنی و هزینه شو همش رو چی شرکتتون میده. یعنی اونقدر لاینشون یه کمی استرس موندنت بالاتره، چون اول میای OPT میگیری، از OPT استم OPT تو اپروف کنن، بعد از اون شرکتی پیدا کنی که چی داشته باشه که برات H1B اقدام کنه، برات گرین کارت اقدام کنه. اینا چیه؟ استرسش زیاد هست ولی امکان پذیره. من الان توی شرکتی که باش کار میکردیم یه بند خدایی نتونست، ایرانی هم بود، این اینجا دکترا هم داشت، این چی کرده بود؟ این براش H1Bش ریجکت شد، چون H1B هم لاتاریه، H1Bش ریجکت شد، مجبور شد مهاجرت کنه کانادا. یعنی شوخی نیست این اتفاق میفته. علاوه بر اون از اون طرف هم NIW تو ممکنه ریجکت کنن. همه جا ریسک هست. پس یه چیزیه که نمیشه خیلی با قطعیت گفت کنون بهتر از اونه، با هر دوتا ریسک خودش داره. آره. درآمدی های پی اچ دی درآمدش بهتره یا مستر یا اینا هیچ ربطی نداره؟ اصلا کالچر کاری هم میخوره توضیح بده، از چه جوری از چه ساعتی معمولا کار تو آمریکا تا 5 یا ممکنه بیشتر طول بکشه اضافه کار چیزی؟ آره. من چیه حالا شرکتی که من دارم کار میکنم، مثلا از ساعت 8:30 صبح ما کار میکنیم تا ساعت 6 تقریبا، یه ساعتی نیم ساعتی هم نهار میخوریم. معمولا من خودم هم نهارم و رو میز میخورم، دارم یه چیزی میخونم رو لپتاپ به کاری همزمان باش و یا ایمیل هایی چک میکنم اینا، ولی طولم میکشه. بعضی من شده بعضی موقع ساعت 2 شب 3 نصف شب، چون ددلاین داشتیم تا 2 شب 3 نصف شب کار کردم تا بتونم به ددلاین برسم، ولی خب اون اتفاقا برا ما مثلا بیشتر بستگی به پروژه داره. هر چند ماه یه باری مجبور میشیم این کار بکنیم. اضافه کاری رو آره چون ما پروژه ایم کارا حساب میکنم، ولی بعضی شرکت ها شما سالانه یه حقوق سالانه داری و همون حقوق سالانه تا هر چقدر کار بود انجام میدی. اونا بونس کار بشن چی؟
بونس چیه که به چه بونس، شرایطی؟ بونس که چیه؟ اون بونس که آخر سال یه حدود بین 7% تا 15% حقوق تو معمولا بهت میدن. همه شرکت قانونیه یا میتونی چی؟ یه قانون همه شرکت ها میدن یا مثلا همه شرکت های خصوصی میدن بین 7 تا 15%، علاوه بر اون بیمه هم داریم، بعد 401k هم داریم که برای چی؟ برای بازنشستگیتون چی کنین، پول جمع کنین. بعد از لحاظ تفاوت دکترا و ارشد، حالا تو رشته ممکنه دکترا مثلا 10% 15% حقوقتون بالاتر باشه اوایل، ولی بعدن که موقعی که سینیر انجینیر میشین و اینا با هم کانورج میکنن، به هم نزدیک میشن، اونقدر فرق چندانی نداره تو رشته من. رشته دیگه هم هست، مثلا رشته کامپیوتر که حقوقاشون نجومیه، اون رشته فرق میکنه. اونجا هستن کسایی که با لیسانس حتی حقوق نجومی دارن. یعنی بیشتر بستگی به شرکتش داره تا اینکه به مدرکی که داشته باشید. از لحاظ کالچرش هم کالچر خیلی خوبه، کالچر کاری. اولا اینکه این درک اینو دارن که شما مثلا اگه هالیدی مثلا سال نو هالیدی میخوای بگیری، آف بگیری، اگه آف داشته باشی میتونی بگیری، میتونی یکی از هالیدی های تو، یکی از تعطیلات رو تو سابستیتوت کنی برای سال نو خودت. بعد از اون از لحاظ فرهنگ و اینام درد میکنن خیلی. من تا حالا چی نداشتم، تا حالا چیز بدی ندیدم، زیرابزنی هم ندیدم تا حالا اینجا خوشبختانه. شاید به خاطر این بوده که چی، این همکارای خوبی داشتم و هممون با هم کار میکنیم تا پروژه رو پیش ببریم. خیلی عالی. خب یه خودم اگه میتونی از زندگی شخصیت بگو، تو نیویورک شهر رو چجور میبینی، زندگی تو منحتن چجور، دوست داری یا دوست داری بری جای خلوتتر و حالا ارزونتر، هزینه ها چجوریه اینا اگه خب نیویورک یکی از بهترین شهرهای دنیاست. همیشه مالا همیشه یک کاری هست که بکنی. مثلا الان پنجشنبه ها مثلا من میرم گالری اوپنینگ ها، آرت شو ها و اینا رو میبینم. آخر هفته ها معمولا کنسرتی باشه یا سینما، اونجا میرم. مردم خیلی خوبی هن. خیلی خیلی جای دیدنی زیاد داره، کار برای انجام دادن زیاده. یعنی اگه بخوای هر کاری بکنی اینجا راحت میتونی مثلا کار بکنی، موسیقی، سینما، کلاب، ورزش، همه چی اینجا هست. پس لایف استایل و اون مدل لایف استایل نیویورک رو تو حاضری رها کنی و بری یه جایی که کوچکتر باشتر، کوچکتر، اسلوتر، ولی خب بتونی بیشتر سیو کنی یا بتونی. من چی؟ خودم آدم، هم قبلا هم گفتم آدم سوشالی هم، فعلا در حال حاضر فکر نمی کنم که برم مثلا جایی تو تکساس یا اونجا. ولی خب چیه، اگه چون یه فرقی که مثلا شهری مثل نیویورک یا شیکاگو یا الی داره با شهرهای کوچیک اینه که این شهر تا شب تا صبح، شب و صبحش کلن چیه، کلن بیدار شهر. ولی مثلا شما بری یه شهرهای کوچیکتر، حتی شهرهای بعد ساعت 8 شب همه جا خوابیده، یعنی انگار روستاست. من خودم خوشم نمیاد احتمالا، نه، ولی خیلی از آدم ها، مردم میرن اونجا یه خونه بزرگتر میگیرن، یه خونه خیلی با این قیمتی که من، پولی که من اینجا برای یه استودیو دارم میدم، مردم پول مورد
خونه میدن توی درسته. شهرهای دیگه و راحت میرن زندگی آب خود خونه دارن، صابخونه میشن، ساعت 8 شب میخوابن، زن و بچه و سگ و گربه و اینا همه دارن. آره میشه نشه گرفت واسه زندگی مجردی، شاید شهرهای بزرگ بهتره، ولی وقتی آدم میخواد حالا با یه مثلا پارتنر یا یه حالا کسی بخواد زندگی کنه خود و یه طرف تشکیل داره، زندگی بده بازم میتونه بازم بستگی به خود طرف داره. یعنی اینکه خیلی از مردم داخل شهر ازدواج میکنن، همینجا زندگی میکنن، درست. ولی خیلی از مردم هم هستن که از نیویورک، از جای دیگه، از شهرهای بزرگ میرن شهرهای کوچکتر که زندگی تشکیل بدن، خانواده تشکیل بدن، مثلا خونه داشته باشن، مدرسه خصوصی خوبی برن یا چیز دیگه. ولی خب من فعلا خودم نمیبینم تا از شهر برای زندگی مجردی، یکی از بهترین جای دنیاست. دقیقا، البته خب خیلی از خانواده ها دارن زندگی میکنن و به حال شهر پر جمعیتیه و هم جمعیتش اونقدر مهم نیست، اینه که کالچرش مالتی کالچره، یعنی اینکه شما از همه کشورهای دنیا اینجا آدم باش میبینین، از همه چی، از همه اقشار رفقات، از همه اقشار از اقشار مختلف هم. مثلا من رفیق فوتوگرافر دارم، رفیق نویسنده دارم، یه رفیق دارم که چی بود، این استاد دانشگاه فیزیک، یه رفیق داشت، یعنی آدم های مختلفی میبینی. یکی رو میبینم که مثلا بند چی داره، این گروه موسیقی داره، یکی داره مهندسی شیمی میخونه، یک PhD میخونه، کل غذاهای بهتری داره، یعنی شما غذای چینی، کره‌ای، تایلندی، هندی، آفریقایی، نیجریه‌ای و اینا میتونی چی کنی، و دایورسیتیش بالاست در کل. خیلی هم عالی امیر جان، واقعا خیلی استفاده کردیم از این مصاحبه و خیلی ممنون که وقت رو به ما دادی. اگر صحبت دیگه داری ما در حد 1 دقیقه وقت داریم که میتونی از خودت رو بینن رو داری انجام بدی و واقعا ممنون. دست در نکنه، خیلی ممنون که زنگ هنوز همچنان موفقیت رو ببینیم و امیدوارم که پلوی ترقی همچنان طی بکنیم. قربونت تو و همه بچه هم، انشالله موفق باشین هر جای دنیا هستین و هر تصمیم میگیرین برای آیندهتون انشالله تصمیم خوبی باشه. ممنونم، متشکرم، فعلا خداحافظ. خداحافظ.